فصل نهم هدف درونی تو به محض اینکه از بقا و زنده بودن صرف فراتر میری مسئله معنا و هدف اهمیت بسزایی در زندگی پیدا میکنه یعنی با این پرسش روبرو میشی که چرا هستم هدف زندگی چیه بسیاری از مردم انقدر در روزمرگی گرفتار شدن که زندگیشون ظاهرا معنا شده بعضی معتقدند که عمرشون در حال تلف شدن و گذشتنه یا قبلا تلف شده و گذشته. ایده دیگه ای به دلیل مقتضیات حرفه‌ای و امرار معاش خانواده یا وضعیت مالی و زندگیشون به شدت محدود شدن. بعضی دیگه تحت فشارهای حاد روانی قرار دارند و بعضی احساس کسالت شدید میکنند. بعضی خود رو دیوانوار در کار گم کردند و ایده دیگه ای گرفتار رکودند. بسیاری از آدم‌ها به دنبال پول و موفقیت‌اند تا با اینها خود را خوشبخت کنند. ایده دیگری اینها را به دست آوردن و باز خرسند نیستند. در واقع هیچ چیزی جای هدف واقعی و راستین زندگی را پر نمی‌کند. ولی هدف واقعی زندگی را توان در ظواهر زندگی پیدا کرد. پیدا کردن این هدف ارتباطی با کاری که میکنی نداره بلکه با چیستی تو مرتبطه و این یعنی وضعیت آگاهی و هوشیاری تو سطح و مرتبه حضور آگاهانه تو زندگی تو دارای یک هدف بیرونی و یک هدف درونیه هدف درونی هدف اصلیه و هدفیه که با بودن تو سر و کار داره هدف بیرونی فرعی و با کارهای دنیوی مرتبطه. موضوع اصلی این کتاب هدف درونیه. ولی در این فصل و فصل بعدی به مسائلی درباره چگونگی ایجاد اتحاد و هماهنگی بین هدف درونی و هدف بیرونی زندگی هم خواهیم پرداخت. اهداف بیرونی و درونی چنان در هم تنیدن که صحبت درباره یکی بدون اشاره به دیگری غیر ممکنه. هدف درونی تو بیداریه به همین سادگی این هدف مشترک تو و انسانهای دیگه است چون هدف بشریته هدف درونی تو بخشی جدایی ناپذیر از هدف کل، کائنات و هوش که از اون سرچشمه میگیره. هدف بیرونی تو میتونه به مرور زمان دستخوش تغییر بشه. این هدف از فردی به فرد دیگه بسیار متغیره. هدف بیرونی تو بر این اساس قرار داره که اون رو طوری پیدا و با اون زندگی کنی که در اتحاد و هماهنگی با هدف درونیت قرار داشته باشه. این پایه و اساس موفقیت واقعیه. بدون چنین اتحادی باز هم میتونی با تلاش و مبارزه و از و اراده و سختگوشی یا زیرکی به هدفهای خاصی دست پیدا کنی. ولی در این مبارزه و تلاش شادی و نشاطی وجود نداره و بدون استثنا به شکلی از درد و رنج می انجامه. بیداری بیداری تحولی در هوشیاری که در اون آگاهی و فکر از هم مجزا میشن. این برای اکثر مردم یک اتفاق نیست بلکه فرایندیه که به تدریج دستخوشون میشن. حتی انسانهایی که به طور ناگهانی و یک باره به بیداری میرسند هم باید مسیری رو طی کنن تا این هوشیاری به سر تا سر زندگیشون راه پیدا کنه و عین زندگی اونها بشه. هنگام بیداری در فکرها گم نمیشی بلکه حضوری آگاه هستی که در پس همه فکرها شاهد فکرهاست. در این حالت تفکر تو دیگه اون فعالیت خودمختاری نیست که در خدمت خودشه و تو رو تسخیر کرده. و زندگیت رو تحت سلطه خود درآورده. در چنین حالتی بیداری جای تفکر رو میگیره. تفکر به جای اینکه بر زندگیت حاکم بشه، در خدمت بیداری در میاد. بیداری یعنی اتصالی آگاهانه با هوش کائنات. کلمه دیگه برای بیداری حضور یا آگاهی هوشیاری بدون فکر. آغاز فرایند بیداری مرحمتی الهیه تو نمیتونی موجب رخ دادن اون بشی یا خودت رو برای رخ دادن اون آماده کنی یا برای رسیدن به اون اعتبار و امتیاز جمع کنی توالی منظمی از گامهای منطقی به سوی اون وجود نداره گرچه ذهن عاشق این حالته برای بیداری حتما نباید ابتدا سزاوار اون باشی بیداری میتونه قبل از رخ دادن برای یک قدیس برای گناهکار رخ بده ولی همیشه اینطور نیست به همین علته که عیسی نه فقط با افراد قابل احترام بلکه با همه نو انسانی سر و کار داشت برای رسیدن به بیداری کاری نمیتونی انجام بدی هر کاری که انجام بدی از سوی ایگوه که در تلاش تا بیداری یا روشنگری رو هم به عنوان ارزشمندترین دارایی به دارایی‌هاش اضافه کنه و از این طریق خود رو مهمتر و بزرگتر جلوه بده. در این حالت به جای بیداری واقعی فقط مفهوم بیداری یا تصویر ذهنی فردی بیدار شده یا به روشنگری رسیده رو به ذهنت اضافه می و بعد سعی می مطابق اون تصویر ذهنی زندگی کنی. زندگی بر مبنای تصویر ذهنی که از خودت ساخته ای یا تصویری که دیگران از تو ساختن زندگی بی که یکی دیگه از نقشهای ناخداگاه ایگو ساختن این نوع زندگیه پس اگه نمیتونی کاری در مورد بیدار شدن انجام بدی اگه قبلا رخ داده یا هنوز رخ نداده چطور میتونه هدف اصلی زندگیت باشه؟ فقط اولین بیداری اولین بارقه آگاهی و هوشیاری بدون فکر با مرحمت الهی و بدون تلاشی از سوی تو رخ میده. اگر این کتاب به نظرت غیر قابل درک و این حالت هنوز در مورد تو رخ نداده. ولی اگه چیزی درونت هست که به اون پاسخ میده، اگر به نوعی حقیقت نهفته در اون رو تشخیص میدی، این یعنی فرایند بیداری در تو آغاز شده. در این صورت این فرایند بازگشت ناپذیره. هرچند که ایگو میتونه در اون تأخیر ایجاد کنه. برای ادهی گوش دادن به این کتاب آغاز فرایند بیداری در اونهاست. برای ادهی دیگه نقش این کتاب اینه که به اونها کمک کنه تشخیص بدن که این فرایند قبلا در اونها شروع شده تا بتونن اون رو شدت ببخشند و تسریع کنن. نقش دیگه این کتاب اینه که به مردم کمک کنه هر وقت ایگو سعی میکنه کنترلشون رو به دست بگیره و ظهور بیداری رو در اونها به تأخیر بندازه اون رو در خودشون تشخیص بدن. بعضی از مردم وقتی ناگهان متوجه افکاری میشن که از روی عادت و بی اختیار به اونها میاندیشن به خصوص افکار منفی پایداری که شاید در تمام عمر هویتشون رو وابسته به اون میدونستن بیداری در اونها رخ میده. ناگهان هوشیاری آگاه از اون افکار که خودش جزی از اون نیست رو حس میکنه. بیداری و تفکر چه رابطه ای با هم دارن؟ بیداری فضایی که افکار در اون وجود داره. فضایی که از وجود خود آگاه شده. حس کردن بارقه ای از بیداری یا حضور برای هر کسی تجربه دست اوله. این حالت دیگه فقط یک مفهوم ذهنی نیست. از این به بعد میتونی آگاهانه تصمیم بگیری که به جای افراد در افکار بیهوده حضور پیدا کنی. میتونی حضور رو به زندگی دعوت کنی یا در واقع فضا رو در زندگیت خلق کنی. محبت بیداری مسئولیت به دنبال داره. میتونی سعی کنی به راهت ادامه بدی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. یا میتونی معنا و اهمیت اون رو تشخیص بدی و طلوع بیداری به مهمترین اتفاقی تبدیل بشه که در زندگی برات رخ داده. در این صورت از این پس گشایش به روی آگاهی و هوشیاری در حال ظهور و به ارمغان آوردن نور اون برای دنیا به هدف اصلی زندگی تبدیل خواهد شد. انیشتین گفته میخوام ذهن خدا رو بشناسم. غیر از اون هرچه هست جزئیاتی بی اهمیته. ذهن خدا چیه؟ آگاهی و هوشیاری. میخوام ذهن خدا رو بشناسم یعنی چی؟ یعنی بیداری. جزئیات کدومن؟ هدف بیرونی و هر چیزی که در دنیای زواهر برات رخ میده. پس در حالی که شاید هنوز در انتظار رخ دادن اتفاقی پرمعنا در زندگی هستی، شاید مهمترین اتفاقی که میتونه برای انسانی رخ بده، یعنی آغاز روند جدایی آگاهی از فکر رو ندیده گرفته باشی. بسیاری از افرادی که مراحل اولیه ی روند بیداری رو پشت سر میذارن دیگه درباره هدف بیرونیشون اطمینان ندارن. اون چیزی که دنیا رو میگردونه نمیتونه اونها رو به جنبش در بیاره و بگردونه. به وضوح جنون تمدن رو میبینن و با فرهنگ اطرافشون احساس بیگانگی میکنن. بعضی احساس میکنن در برزخی میان دو دنیا ساکن شدن. اونها دیگه تحت کنترل ایگو نیستن. ولی بیداری در حال ظهورشون هم هنوز کاملا با زندگیشون عجین نشده. هدف درونی و بیرونیشون با هم یکی نشده. گفتگوی درباره هدف درونی مکالمه زیر چکیده ای از صحبت که با افراد مختلفی که در جستجوی هدف زندگیشون بودند انجام دادم. چیزی حقیقت داره که در عمق پنهان بودن تو تنین می اندازه. حاکی از این بودن و با هدف درونی تماهنگ و متحده. به همین علت ابتدا توجه این افراد رو به سمت هدف درونی و اصلی زندگیشون جلب می کنم. پرسش نمیدونم دقیقا چی میخوام ولی میخوام تغییری در زندگی میجاد کنم میخوام از اینکه هستم بیشتر باشم میخوام کار پرمعنایی انجام بدم و بله میخوام به سعادت برسم و بعد از اون هم از همه چیز رها بشم میخوام کار مهمی می بکنم کاری که در دنیا تفاوتی ایجاد کنه ولی اگر ازم بپرسید دقیقا چی میخوام میگم نمیدونم میتونید به من کمک کنید هدف زندگیم رو پیدا کنم پاسخ هدف واقعی تو اینه که اینجا بشینی و با من حرف بزنی چون در حال حاضر اینجا هستی و این کاریه که داری انجام میدی تا زمانی که بلند بشی و کار دیگه انجام بدی بعد اون کار به هدف تبدیل میشه پرسش پس هدف من اینه که سی سال دیگه هم در دفتر کارم بشینم تا وقتی که اخراج یا بازنشسته بشم پاسخ تو الان در دفتر کارت نیستی پس هدفت این نیست وقتی در دفتر خود هستی و کارهایی رو که باید انجام بدی انجام میدی اون وقت اون کارها هدفت هستن نه برای سی سال آینده بلکه برای حال حاضر پرسش فکر می کنم در اینجا سوء تفاهمی به وجود اومده از نظر شما هدف یعنی کاری که در زمان حال انجام داده میشه ولی از نظر من یعنی هدفی کلی در زندگی هدفی بزرگ و مهم که به زندگی معنا میده و تفاوتی ایجاد میکنه. این هدف زیر و رو کردن کاغذها در دفتر کارم نیست. اینو میدونم. پاسخ تا وقتی که از بودن آگاه نیستی، معنا رو فقط در انجام کاری و در آینده و در بود زمان جستجو می کنی و هر چیز معنادار یا هر رضایت خاطری که به دست میاری یا از بین میره یا معلوم میشه فریبی بیش نبوده چنین رضایت هایی بدون استثنا به مرور زمان از بین میرن هر معنایی که ما در سطح و ظاهر پیدا میکنیم فقط از حقیقتی موقتی و نسبی برخورداره. مثلا اگه مراقبت از فرزندانت به زندگیت معنا میده وقتی فرزندانت دیگه بهت نیاز ندارن یا دیگه به حرفات گوش نمیدن به سر اون معنی چی میاد؟ اگر کمک به دیگران به زندگیت معنا می بخشه، برای معنا بخشیدن به زندگیت وابسته به کسانی هستی که نسبت به تو در شرایط بدتری به سر می برن. و به این ترتیبه که میتونی نسبت به خودت احساس خوبی داشته باشی. یعنی ناخداگاه دوست داری اونها شرایط بدتری داشته باشن تا هدف و معنای زندگی تو پررنگتر و برجسته بشه. وقتی که اونها بیچاره تر میشن شرایط بدتری دارن تا بهشون بیشتر کمک میکنی و به این ترتیب نسبت به خود احساس بهتری خواهی داشت. اگر پیشی گرفتن از دیگران برد یا موفقیت در کارهای مختلف به زندگیت معنی میده وقتی که به اون موفقیت دست پیدا نکنی یا دوران پیروزیت به سر برسه اون وقت چطور؟ از اون پس باید به خیالات یا خاطرات دلخوش کنی حالتی که نه واقعا رضایتت رو تأمین میکنه و نه معنایی به زندگیت میبخشه. موفقیت در هر زمینه یا به چیزی رسیدن وقتی معنا داره که توده بسیاری از آدم ها نتونن به اون چیز برسن. بنابراین پیروزی تو معلول شکست دیگرانه. پس تو خواهان شکست دیگران میشی تا بتونی تعم پیروزی رو بچشی. منظور من این نیست که به دیگران کمک نکنیم به فرزندان خود توجه نکنیم موفق نشیم منظور من اینه که اینها همه اهداف بیرونی هم. هدف درونیه که به اهداف بیرونی جهت و انسجام میبخشه در ضمن اهداف بیرونی همواره نسبی و موقتی این به این معنی نیست که نباید خودت رو درگیر چنین فعالیت هایی بکنی بلکه به این معنیه که باید اونها رو با هدف درونیت که هدف اصلی زندگیت متصل کنی تا از این طریق بتونی معنای عمیقتر به کارهایی که انجام میدی ببخشی. بدون هماهنگی با هدف درونی و اصلیت هر هدف دیگهی که برای اون زندگی میکنی حتی اگر خلق بهش روی زمین هم باشه یا متعلق به ایگوه یا به مرور زمان کم رنگ میشه یا, یا زود به درد و رنج میانجامه. اگر هدف درونیت رو ندیده بگیری هر کاری که میکنی حتی اگر پرمعنی به نظر برسه ایگو در چگونگی انجام اون دخیله و به این ترتیب موجب تخریب هدف میشه. این جمله مشهور هم که میگه راه جهنم با نیات خیر هموار شده به همین حقیقت اشاره داره. به بیان دیگه مهم اهداف یا اقدامات تو نیستن بلکه اون چیزی که مهمه هوشیاری تو در لحظه حاله. همه اعمال و هدفهای بیرونی تو از همین هوشیاری متأثر میشه. در ساحت هوشیاری هدف تو ساختن شالوده برای بنایی نو، زمینی نو. وقتی که در راستای تحقق چنین هدفی قرار میگیری، همه نیروهای هستی به کمک تو میان. چون اکنون هدف عمده تو با زرباهنگ هستی هماهنگه. جدا کردن آگاهی از فکرها محور اصلی هدف عمده تو. چگونه می توان آگاهی رو از فکرها جدا کرد؟ با نفی زمان. البته منظور ما نفی کاربرد زمان برای اهداف عملی مثل قرار و مدار گذاشتن و یا برنامه سفر را ریختن نیست. منظور ما زمان ساعتی نیست بلکه زمان روانیه. زمان روانی چیه؟ عادت دیرینه ذهن به جستجوی زندگی کامل در آینده. همون آیندهی که هرگز نمیرسه. وقتی که زمان روانی رو نفی میکنی، در لحظه حال ساکن میشی. تنها در لحظه حال که زندگی کامله. وقتی که کار اکنون تو و یا جای اکنون تو به هدف تو تبدیل میشه، زمان روانی نفی میشه. نفی زمان روانی میان هدف درونی تو و اهداف بیرونی تو توازن و تعادل ایجاد میکنه. نفی زمان روانی، نفی ایگوه. وقتی که ایگو پا در میونی نمیکنه، کار بسیار خوب انجام میشه. چون خود کاره که محل توجه توه. نه نتیجه که در آینده از اون کار حاصل میشه. به این ترتیب کار تو مجرایی میشه برای جاری شدن آگاهی از فراسو به این جهان. اکنون حتی کوچکترین کارهای تو هم کیفیت عظیمی خواهند داشت. یعنی در هر کاری که انجام میدی کیفیت وجود داره. حتی در ساده ترین اقدامات مثل ورق زدن دفتر تلفن یا قدم زدن در طول اتاق. هدف اصلی از ورق زدن دفتر تلفن ورق زدن اونه. هدف فرعی پیدا کردن شماره تلفن درونه. هدف اصلی قدم زدن در طول اتاق همون راه رفتن در طول اتاقه. هدف فری از این کار برداشتن کتابی از انتهای دیگه اتاقه و درست در لحظه ای که اون کتاب رو برمیداری برداشتن اون به هدف اصلیت تبدیل میشه. شاید پارادوکس زمان رو که قبلا هم به اون اشاره کردیم به یاد داشته باشی. برای انجام هر کار به زمان نیاز داریم و با این حال همیشه در زمان حال هستیم. پس در این حال که هدف درونی تو نفی زمانه هدف بیرونیت الزاما در آینده تحقق پیدا میکنه و بنابراین نمیتونه بدون زمان وجود داشته باشه ولی همیشه در درجه دوم اهمیت قرار داره هر وقت مضطرب یا عصبی هستی هدف بیرونی بر تو تسلط پیدا کرده و بینش هدف درونی رو از دست داده ای. تو فراموش کرده ای که آگاهی و هوشیاری در لحظه اکنون هدف اصلی و عمده تو در زندگی و باقی اهداف همه فرعی و کم اهمیت هست. پرسش آیا زندگی کردن به این طریق من رو از رسیدن به هدفهای بزرگتر باز نمی داره؟ از این می ترسم که باقی مونده عمرم رو همچنان به انجام کارهای کوچیک و بی اهمیت سپری کنم. کارهایی که هیچ نتیجه ای ندارم. ترسم از اینه که هرگز نتونم زندگیم رو از این پیش پافتادگی در بیارم. هرگز جرأت پیشرفت نداشته باشم و هرگز نیروهای بلقوم رو محقق نکنم. پاسخ همه کارهای بزرگ از کارهای کوچکی سرچشمه می گیرن که به اونها ارجا اهمیت داده شده. زندگی همه در واقع از مسائل کوچک تشکیل شده و بزرگی مفهومی ذهنی و رویای مورد علاقه ایگو. تناقض اینجاست که زیربنای مسائل بزرگ در ارج نهادن و بها دادن به مسائل کوچک زمان حاله، نه جستجوی بزرگی و عظمت. لحظه حال همیشه از این لحاظ که ساده است کوچیکه در حالی که عظیمترین قدرت ها در اون نهفته است. مثل اتم که کوچکترین جزء تشکیل دهنده ی همه چیزه و در عین حال قدرتی عظیم رو در بر گرفته و فقط در صورتی به این قدرت عظیم دست پیدا می کنی که با زمان حال متحد بشی یا شاید بهتر باشه بگم که این نیرو از طریق تو به این دنیا دسترسی پیدا میکنه. عیسی ایسا وقتی می گفت این من نیستم بلکه پدر درون منه که عمل میکنه و من خودم قادر به هیچ کاری نیستم به این موضوع اشاره داشت استراب، فشارهای روانی و منفی بافی ارتباط تو رو با این نیرو قطع میکنه و توهم جدای تو از نیرویی که کائنات رو پیش میبره بر میگردونه. دوباره احساس تنهایی میکنی. دوباره با چیزی مبارزه میکنی یا برای رسیدن به این یا اون هدف تلاش میکنی. ولی علت به وجود اومدن استراب منفی بافی و فشارهای روانی چیه؟ علتش اینه که از لحظه حال دور افتاده ای و از اون روی گردان شدی. و چرا از لحظه حال دور افتاده ای؟ چون گمان می کنی که چیزهای دیگه مهمتر از لحظه حال هم. تو هدف اصلی خود رو فراموش کرده ای. یک اشتباه کوچک و تفسیری نادرست دنیایی از درد و رنج میآفرینه تو از طریق لحظه حال به نیروی زندگی خود که از قدیم اون رو خدا مینامیدن دسترسی داری. به محض روگردان شدن از اون خدا دیگه واقعیت زندگیت رو تشکیل نمیده و تنها چیزی که از اون باقی میمونه مفهوم ذهنی خداه که بعضی از مردم به اون اعتقاد دارند و برخی اون رو انکار میکنن. حتی اعتقاد به خدا هم جایگزین هر چند ضعیفی برای زندگی کردن با واقعیت خداست که در هر لحظه زندگی خودش رو نشون میده. پرسش آیا هماهنگی و همسازی کامل با لحظه حال به معنای دست کشیدن از همه فعالیت ها نیست؟ آیا وجود هر هدفی به معنی این نیست که در هماهنگی با زمان حال وقفه ایجاد شده و بعد از رسیدن به اون هدف اون هماهنگی باید دوباره در سطحی بالاتر و پیچیده تر برقرار بشه؟ پاسخ به نظر من حتی اون دونه که راهش رو از میان خاک باز میکنه هم نمیتونه با زمان حال در هماهنگی کامل باشه چون هدفی رو دنبال میکنه هدفش تبدیل شدن به یک درخت بزرگه شاید وقتی به پختگی و رشد کامل رسید بتونه با زمان حال همساز بشه اما اون دونه چیزی نمیخواد چون با کل یکیه و کل از طریق اون عمل میکنه. عیسی میگه به گلها نگاه کنید که چطور رشد میکنن. نه عرق میریزن و نه استراب به وجودشون راه پیدا میکنه. حتی سلیمان هم با تمام شکوهش به آراستگی اونها نبود. کل یا زندگی میخواد که اون دونه به درخت تبدیل بشه. ولی از اونجایی که دونه خودش رو از زندگی جدا نمیدونه چیزی برای خودش نمیخواد. اراده اون در عرض اراده هستی نیست بلکه در طول اونه. اراده اون بر اراده هستی منطبقه. دانه با هستی وحدت داره. بنابراین دانه مسترب نیست و دقدقه نداره. دانه بر خود فشاری احساس نمیکنه. حتی اگه مرگ دانه زودتر از موعد فرا برسه، دانه به سادگی خواهد مرد. دانه به همون اندازه پذیرای مرگه که پذیرای زندگیه دانه میدونه که در هستی ریشه داره دانه ریشه های خیش در هستی رو احساس میکنه مسیح هم همچون حکیمان سنت تاو سعی میکنه توجه ما رو به طبیعت جلب کنه چون قدرتی رو در طبیعت میبینه که در حال عمله قدرتی که انسان‌ها ارتباط خود رو با اون از دست دادن این نیرو نیروی خلاق کائناته. ایسا ادامه میده که اگه خدا لباسی به این زیبایی بر تن گلهای ساده کرده پس لباسی که بر تن شما کرده میتونه چقدر زیبا باشه. به عبارت دیگه با اینکه طبیعت مظهری زیبا از نبز تکامل کائناته اگه انسان با هوشی که از اون سرچشمه میگیره هماهنگ و متحد بشه چقدر زیباتر و اجاب انگیزتر میتونه همون زربان رو به تجلی برسونه. پس به هدف درونیت وفادار باش تا زندگی هم به تو وفادار باشه. وقتی تو کاری رو با حضور خود انجام میدی، با کل یکی میشی و اعمالت از معنویت نیرو میگیرن. در ابتدا شاید تفاوت قابل توجهی در کاری که انجام میدی حس نکنی. فقط چگونگی انجام کار تغییر میکنه. اکنون مهمترین هدف تو اینه که کاری کنی تا آگاهی و هوشیاری در اون چیزی که انجام میدی جریان پیدا کنه. هدف فری تو همون کاریه که میخوای از طریق کارهایی که انجام میدی بهش برسی. قبلا هدف تو فقط در آینده تدایی میشد ولی الان هدف عمیق که تنها در زمان حال و از طریق انکار زمان روانی میتونی به اون دست پیدا کنی. به افرادی که سر کار یا هر جای دیگه با اونها برخورداری تا جایی که میتونی توجه کن. تو در درجه اول فقط یک فرد نیستی بلکه میدانی از آگاهی و حضور هوشیارانه هستی. حوزه هوشیاری کامل در لحظه حال. حالا دیگه ارتباط با دیگران صرفا برای داد و ستد نیست برای اینکه مثلا باشون خرید و فروش کنی یا اطلاعاتی رد و بدل کنی یا از این قبیل دیگه نیست یعنی تو به این دلیل با اونها نیستی چون چیزی از اونها میگیری یا چیزی به اونها میدی اینها دیگه الان به هدف فرعی تبدیل میشه میدان بیداری که از عمق وجودت برمیخیزه به هدف اصلی این تعامل تبدیل میشه فضای این بیداری از اون چیزی که دربارش صحبت میکنی و از اشیاء مادی یا افکار مهمتر میشه. انسان مهمتر از مسائل دنیاوی میشه. این به معنای کوتاهی در انجام کارها نیست. در واقع وقتی بود بودن رو میپذیری، همه کارها ساده تر و در عین حال موثرتر انجام میشن. پدیدار شدن میدان بیداری که موجب هم نوای انسان ها با هم دیگه میشه مهمترین عامل در روابط زمینی نوع پرسش آیا اعتقاد به موفقیت فقط یکی از توهمات ایگوه؟ چطور میتونیم بفهمیم موفقیتی واقعی یا نه؟ پاسخ دنیا به تو یاد میده که موفقیت انجام کاریه که تصمیم گرفته بودی اون رو انجام بدی. موفقیت رسیدن به هدفیه که میخواستی به اون برسی موفقیت پیروز شدنه موفقیت هر آن چیزیه که به اعتبار و رفاه و خوشبختی تو اضافه میکنه همه این موارد معمولا محصولات فرعی موفقیت هستند ولی خود موفقیت نیستن موفقیت در معنای متداول اون با نتیجه سر و کار داره ادهی میگن موفقیت نتیجه آمیزه از کوشش و شانسه. موفقیت حاصل استعداد و اراده است. موفقیت قرار گرفتن در زمان درست و در مکان درسته. با وجود اینکه هر کدوم از اینها میتونه عامل تعیین کننده موفقیت باشه ولی جوهره و ماهیت اصلی اون نیستن. اون چیزی که دنیا به احتیاط نمیده چون خودش هم نمیدونه اینه که تو نمیتونی موفق بشی بلکه میتونی موفق باشی موفقیت چیزی نیست جز یک لحظه حال موفق اجازه نده دنیای دیوانه به احتیاط بده که موفقیت چیزیه غیر از موفقیت در زمان حال و چطور میتونی به چنین موفقیتی دست پیدا کنی به این طریق که حتی ساده ترین کارهات رو هم با کیفیت انجام بدی کیفیت یعنی دقت و توجه که به دنبال بیداری میاد کیفیت مستلزم حضور توه مثلا فرض کن تاجری هستی که بعد از دو سال فشارها و تنشهای شدید روانی سرانجام موفق شده ای محصولات یا خدماتی رو عرضه کنی که خوب فروش میره و پول ساز این موفقیت در اصطلاح رایج اون بله در واقع تو دو سال رو صرف آلودن جسمت و همچنین زمین با انرژی منفی کرده ای. به خودت و اطرافیانت رنج و زحمت تحمیل کرده ای. و حتی بر بسیاری از کسانی که اونها رو ندیده ای هم تأثیر گذاشته ای. فرض ناخداگاه و غلط در پشت چنین کارهایی اینه که موفقیت چیزیه که در آینده روی میده و هدف وسیله رو توجیه میکنه. اما هدف و وسیله از هم جدا نیستن. اگه وسیله تو رو سعادتمند نکنه، هدف هم تو رو سعادتمند نخواهد کرد. هدف که از وسیله های رسیده به اون جدا نیست، همکنون آلوده وسیله های غلط و آلوده است. چنین هدف آلوده هرگز موجب سعادت تو نخواهد شد. تو با انتخاب وسیله های غلط و آلوده، بدبختی خود رو تداوم بخشیده. همونطور که گفته شد، اهداف بیرونی که در زمان تحقق پیدا میکنه هدف درونی اما نمی تونه از لحظه حال جدا بشه بنابراین هدف درونی زمان رو نفی میکنه بنابراین چگونه می توان اهداف بیرونی زمانمند و هدف درونی بیزمان رو با هم تطبیق داد با آگاهی از این حقیقت که تمامی سفر زندگی تو همون یگامیه که اکنون در حال برداشتن اون هستی. در همه حال و همیشه همین یک گام وجود داره. بنابراین همه توجه خود رو به کیفیت برداشتن گام لحظه اکنون خیش معطوف کن. منظوری نیست که ندونی به کجا میری. منظور اینه که همین گام لحظه اکنون تو هدف اصلی توه و مطلوب تو از برداشتن این گام ها هدف فرعی توه. مطلوب تو به کیفیت گام کنونی تو وابسته است. اون چیزی که آینده به تو میده به هوشیاری تو در لحظه اکنون بستگی داره. هستی یا بودن کیفیتی بی زمان داره. وقتی که کار تو در هستی یا بودن ریشه داره تو موفق هستی. یعنی وقتی کیفیت بی زمان بودن در انجام دادن القا میشه موفقیت واقعی به وجود میاد. فقط در صورتی خودت رو در کاری که انجام میدی گم نمی کنی که بودن در انجام دادن جریان پیدا کنه و تو حضور کامل داشته باشی. در غیر این صورت خودت رو در افکار و واکنش ها در مقابل رخدادهای زندگی هم گم می کنی. پرسش منظورتون دقیقا از اینکه خودت رو گم می کنی چیه؟ پاسخ جوهره یا ماهیت واقعی تو آگاهی و هوشیاریه وقتی اون آگاهی و یعنی خودتو، خودش رو کاملا با افکارش یکی میدونه و به این ترتیب ماهیت واقعی خودش رو فراموش میکنه یعنی در افکار خود گم شده وقتی خود رو با اشکال ذهنی احساسی مانند ترس و خواستن که مهمترین نیروهای محرکه ایگو هستند یکی میبینه یعنی خودش رو در اون اشکال گم کرده. آگاهی و هوشیاری هم خودش رو در کنش و واکنش در مقابل اتفاقات گم میکنه. اون وقت حس کاذب خود که قادر به حس کردن نشاط ساده بودن نیست و از این رو به دنبال لذت و حتی گاهی درد تا اون رو جایگزین کنه در هر فکر، هر خواسته یا ترس، هر کنش یا واکنش القا میشه. این یعنی زندگی در نسیان بودن. در این فراموشی از خود بیخبری، موفقیت چیزی نیست به جز توهمی گذرا. هر موفقیتی هم که در چنین حالتی به دست بیاری، کمی بعد دوباره ناخشنود خواهی بود. یا مشکل یا تنگنای جدیدی رو وارد زندگیت خواهی کرد. پرسش بعد از اینکه به هدف اصلی یا درونیم پی بردم، چطور باید کاری رو که در دنیا باید انجام بدم یا همون هدف بیرونیم رو تشخیص بدم؟ پاسخ هدف بیرونی افراد با هم متفاوته و هیچ یک از اهداف بیرونی هم همیشگی نیستند. این اهداف دستخوش زمان هستند و به مرور زمان هدف دیگه جای اونها رو میگیره. میزان تعهد تو در مقابل هدف درونی بیداری که شرایط بیرونی زندگیت رو تغییر میده هم بسیار متغیره. ارتباط بعضی از افراد به طور ناگهانی یا تدریجی با گذشته قطع میشه. کار، شرایط زندگی و روابطشون همه دستخوش تغییری بنیادی میشه. بعضی از تغییرات رو خود افراد شروع میکنن و این کار رو نه با فرایند عذاباور تصمیم گیری بلکه از طریق درک یا آگاهی ناگهانی انجام میدن. یعنی میگن این کاریه که باید انجام بدم. در واقع تصمیم حاضر و آماده از راه میرسه. این تصمیم رو بیداری میگیره نه فکر. یک روز صبح از خواب بیدار میشی و میدونی چه کار باید بکنی. این ناگهان خودشون رو در حال خارج شدن از وضعیت نامعقول زندگیشون پیدا میکنن. پس قبل از اینکه بدونی هدف بیرونیت چیه، قبل از اینکه بدونی چه کاری باید انجام بدی، چه کاری با آگاهی و هوشیاری در حال ظهورت سازگاری داره؟ شاید بهتر ابتدا بدونی چه کاری درست نیست. چه کاری بیهوده است و چه کاری با هدف درونیت ناسازگاره. انواع دیگه تغییر درست از جایی شروع میشن که فکر اون هم به ذهنت خطور نمیکنه. ملاقاتی اتفاقی فرصت و گشایش جدید رو وارد زندگیت میکنه. مانع یا اختلافی دیرینه برطرف میشه. دوستات یا به همراه تو دستخوش تحولی درونی میشن یا از زندگیت خارج میشن. بعضی از روابط منحل میشن و بعضی عمق بیشتری پیدا میکنن. شاید از کارت اخراج بشی و شاید به عاملی برای ایجاد تغییرات مثبت در محل کارت تبدیل بشی. همسرت ترکت میکنه یا روابطت با اون سمیمانه تر میشه. بعضی از تغییرات شاید ظاهرا منفی به نظر برسن ولی به زودی متوجه میشی که فضایی رو برای ایجاد تحولی جدید در زندگیت باز کرده ای. شاید مدت زمانی احساس ناامنی و تردید کنی و بگی چه باید بکنم؟ از اونجایی که ایگو دیگه به زندگیت حاکم نیست نیاز روانی به امنیت بیرونی که در هر حال واحیه کاهش پیدا میکنه. میتونی با این احساس عدم اطمینان زندگی کنی و حتی از اون لذت ببری. وقتی در کنار اون احساس راحتی کنی، امکانات بیشماری در زندگیت پدیدار میشه. این یعنی ترس دیگه بر اعمالت مسلط نیست و مانع تو برای ایجاد تغییر نمیشه. تاکیتوس فیلسوف رومی درست گفته که امنیت خواهی ضد هر اقدام بزرگ و متحوران است. اگر احساس عدم اطمینان رو نپذیری تبدیل به ترس خواهد شد اگر کاملا اون رو بپذیری به سرزندگی هوشیاری و خلاقیتی فزاینده تبدیل خواهد شد سالها پیش به دلیل یک خواست قوی درونی کارهای آموزشی رو که دنیا اون رو نوید بخش میخوند رها کردم و وارد عدم اطمینان کامل شدم. بعد از سالها از همون عدم اطمینان محض در قالب یک معلم معنوی خارج شدم. مدتها بعد چیزی شبیه به این دوباره در زندگیم اتفاق افتاد. همون خواست یا نیرو منو برون داشت که خانه رو در انگلستان رها کنم و به ساحل غربی آمریکای شمالی نقل مکان کنم. از اون خواست تبعیت کردم. هرچند که دلیل اون رو نمیدونستم. از اون انتقال به حالت عدم اطمینان کتاب نیروی حال پدید اومد که بخش عمده اون رو در کالیفرنیا و کلمبیای انگلیسی نوشتم که در اونجا هنوز خانه شخصی نداشتم. عملا درآمدی نداشتم و از پس اندازهام زندگی رو میگذروندم که اون هم به سرعت در حال اتمام بود. در واقع همه چیز با زیبایی هر چه تمامتر سر جای خود قرار گرفت. درست وقتی نزدیک به اتمام کتابم بودم پولم تموم شد. هزار دلار در بانک برنده شدم که یک ماه دیگر رو با اون گذراندم. ولی همیشه لازم نیست همه شرایط زندگی دستخوش چنین تغییرات بنیادینی بشه. در انتهای دیگه این طیف کسانی رو میبینی که دقیقا همون جایی که هستن باقی میمونن و همون کاری رو که میکردن ادامه میدن. در زندگی اونها فقط چگونگی تغییر میکنه، نه چیستی. این به علت ترس یا سستی نیست کاری که اونها انجام میدن همیشه وسیله کاملی برای آوردن آگاهی هوشیاری به این دنیا بوده و نیازی به کار دیگه ای ندارن. این عده هم در تجلی زمین نو صحیح مند. پرسش آیا این نباید در مورد همه همین طور باشه؟ اگر تحقق هدف درونی برابر با زمان حاله چرا باید کسی احساس کنه که باید کار و شرایط موجود زندگیش رو تغییر بده؟ پاسخ یکی بودن با آنچه هست به این معنی نیست که دیگه نباید تغییری ایجاد کنی یا اقدامی انجام بدی ولی در این حالت انگیزه اقدام کردن از سطحی عمیقتر سرچشمه میگیره نه از ترس یا خواست ناشی از ایگو اتحاد درونی با لحظه حال آگاهی و هوشیاری تو رو به ظهور میرسونه و اون رو با کل که لحظه حال بخشی جدایی ناپذیر از اونه هماهنگ میکنه از اون به بعد کل یا تمامیت زندگی از طریق تو عمل میکنه. پرسش منظورتون از کل چیه؟ پاسخ از یک طرف کل هر چیزی که هست رو در بر میگیره. کل همون کائنات یا کیهانه. ولی همه موجودات از میکروب ها گرفته تا انسان و کهکشان در واقع موجودیت های مجزا نیستند. بلکه بخشی از شبکه چند بودی در هم ای رو تشکیل میدن. ما به دو دلیل این اتحاد رو نمی بینیم و همه چیز رو مجزا از هم مشاهده می کنیم. دلیل اول نوع دریافت ما که از طریق محدوده کوچک حواسمون واقعیت رو به چیزی که برامون قابل فهم باشه کاهش میده که این شامل همه اون چیزی میشه که میبینیم میشنویم بو و تم اون رو حس میکنیم یا لمس میکنیم ولی زمانی که بدون تفسیر و برچسب پای ذهنی یعنی بدون اضافه کردن فکر به دریافت و درک چیزی رو دریافت می کنیم در واقع باز هم می تونیم همبستگی عمیقتری رو که در پشت دریافتمون از موجودات ظاهرا مجزا وجود داره حس کنیم. دلیل مهمتر دیگه ای که باعث ایجاد توهم جدایی میشه جریان بی اختیار فکره. وقتی در دام جریانهای بیوقفه و بی اختیار فکر گرفتار میشیم کائنات در نظرمون تفکیک میشه و توانایی مشاهده در همتنیدگی همه موجودات رو از دست میدیم تفکر واقعیت رو به قطعاتی بیجان تقسیم میکنه از این دیدگاه از هم گسیخته واقعیت اعمالی بسیار مخرب و غیر هوشمندانه سر میزنه البته کل جرفا و گستره بیش از وحدت صرف چیزها داره یعنی عمق کل بسیار بیشتر از در تنیدگی درونی همه موجوداته در کل امکانات بی نهایت نهفته است کل به تدریج این امکانات بی نهایت رو در عرصه آفرینش پدیدار میکنه کل هستی مطلق و مطلق هستیه کل هر دو قلم رو قیب و شهادت نامتجلی و متجلی رو شامل میشه. همسویی تو با کل تو رو به مجرای اراده کل که همون بیداریه تبدیل میکنه. طبیعت به طور شگفتانگیزی با کل همسوه. جالب بدونی که در فاجعه سونامی که در سال 2004 رخ داد، حیوانات وحشی آسیب ندیدند. اونها به طور فطری با کل در تماسن. به همین دلیل با پیش آگاهی پیش از وقوع حادثه به مناطق مرتفع رفتند و سالم موندند. شاید این فقط یک برداشت انسانی از رفتار حیوانات وحشی باشه و اونها در اون زمان فقط احساس می کردن که دارن به سمت مراتع بالاتر میرن. انجام این به خاطر اون روش ذهن برای تقسیم واقعیته. در حالی که طبیعت در یگانگی با کل به سر میبره هدف ما اینه که در یگانگی آگاهانه با کل اتحاد آگاهانه با هوش کائنات بود جدیدی رو وارد این دنیا بکنیم پرسش آیا کل میتونه از ذهن انسان برای خلق چیزهایی یا ایجاد شرایطی استفاده کنه که در راستای هدفش قرار داره پاسخ بله در زبان انگلیسی الهام یا اینسپیریشن به معنای این spirit یعنی در روح و جان اشتیاق یا انتوسیاسم هم به معنای این گات است یعنی در خدا بنابراین در الهام و اشتیاق نیرو و اقتدار خلاقی وجود داره که بسیار فراتر از توانایی ها و قابلیت های انسانیه. فصل دهم ده زمینی نو ستاره شناسان شواهدی رو کشف کردند که نشون میده دنیا 15 میلیارد سال قبل در اثر انفجار عظیمی به وجود اومد و از اون زمان در حال بست و گسترشه. نه تنها در حال گسترش بلکه در حال هرچه پیچیده تر و متمایز تر شدنه. بعضی از دانشمندان اصل رو بر این مبنا قرار دادن که این حرکت از یک پارچگی به چندگانگی در نهایت معکوس خواهد شد. بعد از اون دنیا دیگه از انبساط باز میسته و دوباره انقباز پیدا میکنه. سرانجام به هیچ غیر قابل تجسم و تجلی نیافته ای برمیگرده که از اون اومده بود و شاید بارها و بارها چرخی تولد انبساط و انقباز مرگ رو تکرار کنه هدف از همه اینها چیه استیفن هاکینگ فیزیکدان سوال میکنه چرا دنیا باید این چنین متحمل رنج به وجود اومدن بشه؟ و همزمان متوجه میشه که هیچ الگوی ریاضی نمیتونه به این سوال پاسخ بده. ولی اگه به جای اینکه فقط به بیرون نگاه کنی، نگاهی به درونت بندازی، به هدف درونی و بیرونیت پی میبری و از اونجایی که باستابی در مقیاس کوچک کائنات هستی، نتیجه میگیریم که کائنات هم هدفی درونی و بیرونی داره که از اهداف تو جدایی ناپذیره. هدف بیرونی کائنات خلق شکل و تجربه تعامل اشکاله. بازی، رویا، نمایش یا هر چیز دیگهی که میخوای اسمش رو بذاری. هدف درونی اون آگاهی از جوهره بیشکله. بعد نوبت توافق بین هدف درونی و بیرونی میرسه. یعنی اووردن اون جوهره آگاهی و هوشیاری به دنیای شکل. و از اون طریق ایجاد تحول در دنیا هدف نهایی این دگرگونی بسیار فراتر از اونیه که ذهن انسان بتونه تصور یا درک کنه و با این وجود ایجاد این تحول وظیفه‌ای که در این دوران و روی این سیاره به عهده ما واگذار شده این وظیفه در واقع آشتی دادن هدف درون و بیرون و آشتی دادن دنیا با خداست قبل از بررسی این موضوع که چه ارتباطی بین انبساط و انقباز کائنات و زندگی تو وجود داره باید بدونی که هیچ یک از مطالبی که درباره ماهیت کائنات میگیم نباید به صورت حقیقت محس در نظر گرفته بشن نه این مفاهیم و نه فرمولهای ریاضی هیچ کدوم نمیتونن ابدیت رو توصیف کنن هیچ فکری نمیتونه بیکرانگی کل رو شامل بشه واقعیت تمامیت یک پارچه است ولی فکر اون رو به قطعاتی مجزا تقسیم میکنه و این باعث ایجاد سوء دریافت های اساسی میشه از قبیل اینکه همه موجودات و همه اتفاقات از هم مجزا هستند یا این دلیل اونه هر فکر حاکی از دیدگاهیه و هر دیدگاه ذاتا بر محدودیت دلالت داره که این در نهایت به این معنیه که حقیقت نداره حداقل نه به طور مطلق فقط کل که حقیقت داره ولی این کل نه به زبان میاد و نه در فکر می گنجه. اگه فراتر از محدودیت های فکر نگاه کنیم که در این صورت برای ذهن انسان غیر قابل درکه متوجه میشیم که همه چیز در زمان حال رخ میده هرچه بوده و خواهد بود در حال و خارج از زمانیه که ساخته ذهنه به عنوان تجسمی از حقیقت نسبی و مطلق طلوع و غروب خورشید رو در نظر بگیر اینکه خورشید صبح طلوع میکنه و شب غروب میکنه حقیقته اما فقط به طور نسبی حقیقت مطلق نیست خورشید فقط از دیدگاه محدود ناظر روی سطح سیاره یا جایی نزدیک به اونه که طلوع و غروب میکنه اگه در نقطه دور دست در فضا بودی می دیدی که خورشید نه طلو میکنه و نه غروب بلکه همیشه میدرخشه و با این حال بعد از اینکه متوجه این موضوع شدیم همچنان به صحبت درباره طلو و غروب ادامه میدیم هنوز زیبایی اونو تحسین میکنیم اونو نقاشی میکنیم درباره شعر مینویسیم حتی با اینکه اکنون میدونیم همه اینها تنها حقیقتی نسبیه نه مطلق پس اجازه بده کمی دیگه به صحبت درباره حقیقت نسبی و مطلق ادامه بدیم و مثال دیگه ای در این مورد بزنیم. تجلی کائنات در قالب شکل و بازگشت اون به بیشکلی که بر محدودیت دیدگاه مبتنی بر زمان دلالت داره. و ببینیم این مسئله چه ارتباطی با زندگی تو داره. باور داشتن به زندگی من، زندگی خودم البته یک دیدگاه محدود دیگه است که توسط فکر خلق شده. یک حقیقت نسبی دیگه. در نهایت هیچ چیزی به عنوان زندگی تو وجود نداره چون تو و زندگی یکی هستید. تاریخچه کوتاهی از زندگی تو. تجلی دنیا در قالب شکل و بازگشت اون به تجلی نیافته. یعنی انبساط و انقباض اون دو حرکت کیهانی هستند که میتونیم اونها رو حرکت جاری شدن در دنیا و بازگشت به خانه بنامیم. این بیرون زدن از خونه و بازگشت به خانه در همه نمودهای هستی بازتاب داره. مثلا در انبساط و انقباز قلب تو، در دم و بازدم تو، در خواب و بیداری تو، هر شب بدون اینکه متوجه باشی در خوابی عمیق و بیرویا به ساحت غیب میری و صبح دوباره ظاهر میشی. در دایره زندگی هر آدمی هم خروجی هست و هم ورودی. میشه گفت که تو ناگهان از بیصورتی و عدم بیرون میای و در این جهان ظاهر میشی. سپس در زمان بست پیدا میکنی. بست تو در جهان فقط رشد جسمی تو نیست. بلکه بست و تعمیق آگاهی تو هم هست. و همچنین افزایش تجربه ها و داشته ها. وقتی که در طلب رسیدن به اهداف بیرونی خود تلاش میکنی، ناخداگاه دامنه ی نفوذ خود رو گسترش میدی. زندگیت مدام پیچیده تر میشه. این مرحله به طور معمول با رشد ایگو همراهه. یعنی هویت گرفتن از اشیا و افعال و وضعیت ها و همه اون چیزهایی که قبل از این دربارشون سخن گفتیم. در این زمان ایگو سعی میکنه به اهداف بیرونیش برسه و خودش رو توسعه بده. ایگو برعکس طبیعت نمیدونه چطوری پذیرای آنچه هست باشه. یعنی نمیدونه چطوری با لحظه حالی کی بشه. ایگو برخلاف طبیعت نمیدونه چه زمانی باید روند گسترش رو متوقف کنه و اشتهای سیری ناپذیر برای به دست آوردن بیشتر داره. و بعد به محض اینکه تصور میکنی در کاری که میخواستی انجام بدی موفق شده ای یا دیگه به این دنیا تعلق داری حرکت بازگشت شروع میشه. مرگ نزدیکان و کسانی که بخشی از دنیای تو رو تشکیل میدادن آغاز میشه. جسمت به تدریج ضعیف میشه و حوزه نفوذت کاهش پیدا میکنه. در این دوران به جای بیشتر شدن کمتر میشی و ایگو از طریق استراب یا افسردگی فزاینده‌ای در مقابل همه اینها واکنش نشون میده. دنیای تو انقباض را آغاز کرده و شاید حتی احساس کنی که از کنترل تو خارج شده. به جای اینکه تو بر زندگی حاکم باشی، زندگی که به تدریج دنیای تو رو کوچیک کرده بر تو حاکم میشه. اون آگاهی که با شکل و صورتها همزاد پنداری میکرد، اکنون شاهد افول شکلها و صورتهاه. و بعد روزی خود تو هم ناپدید میشی. صندلی راحتی تنوز اونجاست ولی به جای تو فضای خالی درونه و تو به جایی بازگشته که در ابتدا از اونجا اومده بودی. زندگی هر انسان یا در واقع هر شکلی از زندگی حاکی از راهی منحصر به فرده که کائنات از اون طریق خودش رو تجربه میکنه و با از بین رفتن هر شکل دنیایی از بین میره. یکی از دنیاهای بیشمار